من علن نظری، مدیر شرکت پارکلین کپیتال با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم. لطفاً با دفتر من با تلفن 408-205-4002 تماس بگیرید. متشکرم. و امیدوارم که تا این لحظه هر جا که هستید و بودید روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشتید و آماده هستید برای ما دقایقی رو با ما دقایقی رو در برنامه پخش زنده باشید. در کنار همسر عزیزم نازنین جان هستید. خدا رو شکر. منم درود میگم به تک تک شما عزیزان. خدا رو شکر میکنم برای این فرصت، برای این روز یک شنبه، روز شلوغی که ما داشتیم، کلیسا به کلیسا و بعد به اینجا، و الان در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. واقعا با خوشحالی اومدیم چون میدونیم که خداوند برای شما پیغام داره. خداوند میخواد کار بزرگی تو زندگیتون انجام بده و برای همینه که ما اینجا هستیم و بله. واقعا شکر میکنیم برای این فرصت. بله واقعا خدا رو شکر میکنیم هر لحظه این ساعت که ما در مقابل دوربین ها میشینیم و راجع به کار خدا صحبت میکنیم برای ما بسیار با ارزشه و میدونم برای خداوند هم با ارزشه. اگه کسی داره الان ما رو نگاه میکنه، این به صورت اتفاقی نیستش، بلکه خدا این فرصت رو فراهم کرده تا از کلام زنده او بشنویم. عزیزان، امیدوارم که همه چیز بتونه در اراده خدا به خیریت شما عزیزان ادامه پیدا بکنه. خب قبل از که ما راجع به مبحث زیبای امروزمون صحبت بکنیم، میخواستم بگم که ما در منطقه ولی در شهر لس آنجلس هر یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر جلسه کلیسایی داریم. دوستان میتونید تشریف بیارید اگر اینجا هستید. اگر از اینجا عبور میکنید، مهماندار شما باشیم، بتونیم شما رو خدمت کنیم. و در جلسه کلیسایی ما که به زبان فارسی، اگر لازم باشه ترجمه انگلیسی هم میشه، در واقع بتونیم به اون شکل هم شما رو برکت بدیم. از سرودهای روحانی برکت بگیرید، از مشارکت با مؤمنین، و اگر تا به حال کلیسا نرفتید، بسیار جای مناسبی است برای اینکه بتونید با خداوند راز و نیاز بکنید، با او صحبت کنید، و ما سلاشمون اینه که همچین محیطی رو برای دوستان ایرانی به وجود بیاریم. آمین آمین. شما چی میخواید و منم میخوام این ماهنامه تبدیل که مال این ماهش در اومده، ماه اپریل هستش، حتما تهیه کنید. ما اینا رو سعی میکنیم تو مکانهای ایرانی بذاریم، ولی اگه ندارید شما میتونید به tabdil@iranforchrist.com درسته؟ به اون ایمیل بزنید و اون نسخه الکترونیکیش بله بله اونا دریافت میکنید و رنگی و خیلی زیبا شما میتونید از طریق ایمیل دریافت کنید، یا اینکه به شما تلفن زیر تلفن بزنید و برای شما پست میشه اگه میخواین و میتونین عضو بشین، ممبر بشن. بله، بله. هر ماه براتون میاد. بله. و خیلی مفیده، خیلی چیزهای خیلی مفیدی این تو هست. دستور غذا هست و نیازمندی ها داره اگه میخواید تبلیغتون رو بدید. خیلی ماهنامه پرطرفداریه و تشویقتون میکنم حتما تهیه کنید. اینم جا داره که من بگم به دوستان که ما عکس روی جلد رو تقدیم کردیم به عزیزانی که متاسفانه در ماه گذشته با زلزله روبرو شدن و واقعا از خداوند میخوایم که تسلی بدن، آرامش بدن خداوند بهشون. اگر هستید دلتون شکسته، احتیاج به دعا دارید، حتما اینم آرزوی دل ما هستش. از ماه دیگه نزن جان، ماهنامه میشه 16 صفحه. در این 6 سال خورده که این ماهنامه رو چاپ کردیم 12 صفحه بوده، ولی مژده اینه که 16 صفحه شده و با امیدوارم تا آخر امسال این ماهنامه زیبا که نه فقط مسیحیه بلکه مطالب زیبای دیگه هم داخلش هستش که میتونه مفید باشه برای مؤمنین، برای مردم و مؤمنین، بتونیم ماهی دوباره اینو چاپش کنیم. کار راحتی نیست
ولی در این 6 سال و نیمی که چاپ کردیم و چند ماهی که در ایران این کارو کردیم، به امید خدا توانش رو خواهیم داشت که ادامه بدیم. بنابراین اینم به امید خدا بتونه باعث برکت بشه. خبر خوب اینه که ما ماه دیگه دکتر شایسته رو بین خودمون خواهیم داشت که حتما از قبل به دوستان اعلام خواهیم کرد. دوست عزیز ما، همکار ما که میدونم خیلی بیننده های عزیز دوست دارن ایشون رو نزدیک ببینن یه بار دیگه، و به امید خدا سمینار هم خواهیم داشت و حتما به اطلاع دوستان برسونیم. اما راجع به چی صحبت کنیم؟ بریم تو طوفان. طوفان تو این گرمای لس آنجلس. میخوایم یه داستانی در انجیل بررسی کنیم که در اینجا میبینیم که این داستان رو در متا میتونید باب 8 نگاه کنید آیه 22. در این ماجرا میبینیم لوقا عزیزم. نه متاست. آه لوقا، بله راست میگی، لوقا رو باز کردم. در متا هم هستش. بله تو متا هم هستش. پس اینو میتونید برید بخونید برای خودتون اگه انجیلو دارید، ولی من خلاصه داستانو میگم. عیسی مسیح روز پرشلوغی داشت و مثل امروز ما از صحبت کردن ما معلومه که خستیم. از شهر به شهر رفته بود و آیات و معجزات جاری شده بود و در فرصت‌های مختلف با شاگردان نشسته بود، شاگردانش رو تعلیم میداد. و اینجا میبینیم که وارد کشتی میشه، به شاگردانش میگه که بیاین با کشتی بریم اون ور آب. و بعد قایق بود. وارد کشتی میشه و از قایق بود. راست میگه قایق بود. وارد این قایق میشه و میگه بریم اون ور آب. و وقتی که وارد میشن و بعد از مدتی عیسی مسیح از خستگی خوابش میبره. امیدوارم شما امروز تو این برنامه خوابتون نبره. خوابش میبره و بعد طوفانی پیش میاد، طوفانی میاد و شاگردان تلاطم وحشت زده دارن سعی میکنن که قایقو نگه دارن و میرن سراغ عیسی مسیح. میبینن که عیسی مسیح در آرامش، در استراحت خوابیده و بعد با هراسان عیسی مسیح رو بیدار میکنن و میگن که استاد طوفانه، اصلا تو به فکر ما نیستی، تو اینجا خوابیدی با خیال راحت و ما داریم میمیریم. و میبینیم که عیسی مسیح پا میشه و فقط دستور میده که طوفان خاموش شه و همه چیز ساکت و آروم میشه و به شاگرداش میگه که ای بی ایمانان، چرا بی ایمان هستی؟ موضوع اینجاست که در این ماجرا ما خیلی جوانب مختلف زندگی و کار خدا رو میتونیم مشاهده کنیم. در این چند هفته گذشته که ما راجع به شفای درون صحبت کردیم و اینکه چگونه و چقدر عزیزان دردمند بودن و ما تماس گرفتن و چگونه میتونیم از این دردها آزاد بشیم، مطلبی که اینجا وجود داره در این ماجرا ما میتونیم در واقع رو اپلای کنیم با اون شرایط زندگی که هر یک از ما باش روبرو هستیم. شاید در گذشته بودیم، شاید الان هستیم، شاید در آینده اتفاق برای ما بیفته، ولی واقعیت وجود داره که ما در دنیای زندگی میکنیم که فرض و نشیبای خودشو داره و به هر حال همه چیز عالی نیست، همه چیز زیبا نیست، اگرچه ترانه هست که همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، ولی من فکر نمیکنم سرانه قدم همه چی خوب بوده تو ایران که همچین شعر رو نوشته یا در جایی که زندگی میکنه. ولی موضوع اینجاست که متن خیلی زیبا شروع میکنه، نویسنده خیلی لوقا زیبا مینویسه. ما میدونیم لوقا طبیب باسوادی بود که او هم تصمیم میگیره زندگی نامه عیسی رو برای فردی به نام تیوفلوس بنویسه که به عبارتی جزو چهار انجیل مقدس که امروز در اساس ما هستش. و عزیزان میگن که دانشمندان میگن که انجیل مخاطبش یونانی ها بوده یا آدمای باسوادی که در اون زمان بودن. برای همین که ما میبینیم جوانب مختلفی رو بررسی میکنه به منطقی. لوقا باب 8 آیه 22 اینجوری شروع میشه، میگه روزی از روزها او با شاگردان خود به کشتی سوار شده به ایشان گفت به سوی آن کنار دریاچه عبور کنیم. پس کشتی را حرکت دادن و چون میرفتن خواب او را در بود. یعنی ببین کشتی ها اینجا داره میگه کشتی، خب من یادم قایق بوده. حالا چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. آره. ولی کوچیکتر از کشتی. آره ولی فکر کنم قایق بودش. خب هرچی بود ماهیگیری بود دیگه. آره آره اون زمان مرد ما حرفش. آره کشتی بود، نظرت میخوام. با اینکه روبرو خودم هم بودش نوشته، ولی من روی این روزی از روزها هایلایت کردم. روزی از روزها یک اتفاق افتاد که شاید با اینکه
این شاگردانی که ماهیگیران ماهری بودن، از اونجا زندگیشون میچرخید، درآمد داشتن، طوفان دیده بودن، مرد طوفان دیده بودن، شنا بلد بودن مسلماً و غیر و ذالک. اولین بار نبود که سورپریز میشدن با این مسائل این گونه که به حساب طوفانی صورت بگیره و غیر و ذالک. ولی ماجرا اینجاست که ما آدمی که روی زمین زندگی میکنیم از این روزها برای ما اتفاق میافته. حالا این روزها میتونه داخل ایران باشه، این روزها میتونه در جایی که منتظریم پناهندگیمون درست بشه بریم به سرزمین موعود، یا در همین آمریکا جایی که داریم زندگی میکنیم، روزی از روزها اتفاق میافته. این روزها گاهی وقتا از قبل خبر نمیدن، گاهی وقتا ما رو سورپرایز میکنن، چیزی که ما منتظرش نبودیم. چرا برای من اتفاق افتاد؟ من یادمه که برای من و شما که بسیار از بیننده ها اینو میدونن، از این اتفاقا افتاد. ما تازه ازدواج کردیم 22 سال پیش و ازدواج مقدس مسیحی. بعضی از اطرافیان ما دوست نداشتن این اتفاق بیفته، چرا شما با یک مسیحی دارید ازدواج میکنید؟ و مجبور شدیم کشور رو ترک کنیم، به ترکیه بریم برای در واقع چند وقتی از شرایط دور باشیم. و در اون زمان بود که شما باردار شدید و متاسفانه پزشکا چند ما گفتن بچه به دنیا میاد فوت میکنه. برای من 24-5 ساله در اون زمان این یکی از اون روزا بود. خدایا چرا؟ آخه مگه من چه کاری بدی کردم؟ نکنه که ازدواج من بد بوده؟ نکنه که تو از من عصبانی هستی؟ میدونی ما معمولا اینجور چیزا رو می‌ندازیم گردن خدا. تقصیر خداست داره اتفاقا میافته. و در اون زمان البته خب کم تجربه تر و غیره بودیم، ولی یکی از اون روزا بودش. نمیدونم یکی از این روزا برای شما کدومه الان که دارید این برنامه رو نگاه می‌کنید. شاید دلشکسته، شاید درمانده، شاید گرفتار، ولی واقعیت اینه که همیشه همه چی بر وقف مراد ما نیستش، همه چی عالی نیستش. و اگه امروز عالیه، یه روزی میشه که چیزی اتفاق بیفته که نباید بیفته. من مطمئنم عزیزانی که 2 هفته پیش 2 ماراتون میکردن فکر نمیکردن که همچی اتفاق سختی براشون بیفته. یه آدم دیوانه و حال به هر عقیده‌ای که هست اینا، ولی مسلماً هر کدوم از اونا که میدویدن و فامیلاشون، اطرافیاشون، تلویزیون ها، مطبوعات که اینا رو تصویر میکشیدن، همه منتظر بودن که جایزه رو میگیره، یه چیز خوشایند بیاد. ما به استقبال چیزای منفی نمیریم. ما هیچ کدوم تو زندگیمون نمیخوایم یه عزیزی رو از دست بدیم، میگیم 100 سال عمر بکنی. ما به استقبال سختی ها و درگیری ها و نمیدونم دفعه خونم خراب بشه، ازدواجم به من مطمئنم هر عزیزی که الان طلاق گرفته طبیعتا روز اولی که با اون کسی که میخواست ازدواج بکنه، حالا عشقش بود، عاشقش بود، فلان اینا، هیچ وقت فکر نمیکرد یه روزی من به این چنین روز تلخی بیفتم. من ازدواج نمیکنم که طلاق بگیرم، من ازدواج نمیکنم که یه روزی پام به دادگاه باز بشه و غیره. ولی متاسفانه طبیعت نشون میده، شرایط نشون میده که یک روزهایی میرسه که از اون روزهاست. آی آی آی. بله. این روز اون روزی نیست که روزهای سختیه که بعضی وقتا ما یک فیض مضاعف لازم داریم که اون روز رو تموم کنیم. میدونین؟ و شاید الان طرفدارای لیکرز در عزا هستن که تیمشون باخت. باختید دوباره؟ باختن دیگه. ای بابا. از اون روز هاست. از اون روزهای سخت. بردی هم در راه هست. همیشه شکست نیست. بله 100%. ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح. عیسی مسیح کنار اونها بود. ولی اونها شاگردان انقدر مشغول اون طوفان بودن که وجود عیسی مسیح انگار فراموش کرده بودن. فراموش کرده بودن که از همون ابتدا خود عیسی مسیح گفتش که بریم اون طرف دریاچه. وقتی عیسی مسیح میگه که یه کاری انجام بدیم، بریم این کار رو بکنیم، این انجام میشه. پیشنهاد نبود، بلکه یک دستور بود، یک حکم بود. پس وقتی عیسی مسیح گفت اون ما میریم اون طرف دریاچه، چه طوفان بشه، چه سنگ بباره از آسمان، ما اون طرف دریاچه میریم. برای همین عیسی مسیح برگشت بهشون گفتش که چرا بی ایمان هستید؟ چرا؟ چون که من گفتم. ببینید، همیشه ایمان از کلامه. ما نمیتونیم به
تجربیات ایمان داشته باشیم. من نمیتونم به شهادتی که شما میدید ایمان داشته باشم. من ایمانم بر اساس کلام خداست. کلام خدا وقتی گفته انجام میشه. وقتی خداوند عیسی مسیح گفتش که نترسید، من با شما هستم، شما باید به اون ایمان داشته باشید که نترسیم چون خدا با ما هستش. بدونه یه واقعیت که اینجا وجود داره اینه که گاهی وقتا چنان مشکلات زندگی بر ما غلبه پیدا میکنه، ما درار براشون باز میکنه، به استقبالش میریم که نمیبینیم که خدایی که با ما هست و گفته باید هستم و خواهم بود کنار ما هستش. بلکه چی ببینیم؟ ببینیم ما هر چی رو بزرگ کنیم همون میشه. اگه من هی بگم تشنمه 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 تشنمه، اون تشنگی، اون بی آبی منو عذاب میده. وقتی من بگم تشنه هستم ولی امیدوارم و میدونم که به در واقع تشنگیم رفع میشه، انقدر این تشنگی بزرگ نمیشه. گاهی وقتا ما با حرفامون، با تجربیاتمون، با نگاهامون مسائل اونطور بزرگ میکنیم که حقیقتا بزرگم نیستن. شاید اون مشکل فریاد بزنه ببین من انقدر مشکل نیستم و انقدر مهم نیستم که داری منو هی بزرگ میکنی. یه نفر خیلی زیبا میگه، میگه انقدر که راجع به مشکلاتمون حرف میزنیم بزرگش میکنیم، چرا ما بیشتر خدای خودمون رو بزرگ نکنیم و اونو جلال ندیم؟ پس خیلی مهمه که ما بدونیم که در واقع تو زندگی ما اهمیت داره که ما تمرکزمون رو چی هستش. آیا تمرکز شما امروز چیه؟ اگر تمرکزمون راجع به اینه که مگه بخوابم شب صبح نمیتونم پاشم، خب اون خواب برای من خوب نخواهد، شاید اصلا نتونم شب بخوابم. و هستن کسایی که واقعا شبا خوابشون نمیبره، مشکل دارن با خوابیدن. چرا؟ چون همش دارن فکر میکنن چی میخواد برای من اتفاق بیفته، نگرانی. آره، من به هر جا نگاه کنم همونو بزرگش میکنم، افکار پریشون. تمرکز ما به جای اینکه بر خدا باشه بر امور دنیاست. و اینجا میبینیم که اینجا وقتی شاگردان این وضعیت رو دیدن، این طوفان رو دیدن، این سختی رو دیدن، فوری رفتن سراغ عیسی مسیح. فوری که نه، سختی کشیدن، در حقیقت فراموش شده بود عیسی مسیح اونجاست، ولی رفتن، وقتی که رفتن دیدن در استراحته. ولی ما اینطوری هستیم تو دنیا، وقتی تو زندگیمون سختی پیش میاد، طوفان میشه، مشکل، تازه یادمون میفته که حالا باید من دعا کنم، حالا باید برم سراغ عیسی مسیح. خدا رو شکر برای این فرصت ها. بعض وقت خداوند این مشکلات رو سر راه ما قرار میده، مخصوصا که انگار ما بریم دعا کنیم. میدونین ما پیوسته باید دعا کنیم، پیوسته باید حضور خدا رو بطلبیم، چه در مشکلات چه در سختی. ولی اینجا میبینیم که شاگردان رفتن نزد عیسی مسیح و گفتن استاد، استاد داری هلاک میشیم، داریم از بین میریم. میدونی انسان چقدر خودشو دوست داره به محض اینکه یه مشکلی پیش میاد، یک صدمه به اون وارد میشه، میره سراغ راه نجات، راه فرار. انسان دوست نداره که سختی رو تحمل کنه، دوست نداره که در مشکلات و در سختی باشه، دوست داره که همه چی حاضر آماده، همه چی راحت به دست بیاره. ولی بعض وقتا واقعا ما این تلاش ها برای ما مفید هسته. پس میگه برخواسته باد و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن گشت و آرامی پدید آمد. پس اینجا واکنش عیسی مسیح رو میبینیم. اینجا میبینیم که عیسی مسیح چطور میگه و میشه. ببین من از طرفی که میخوام این آیاتو اینجوری، این داستان اینجوری نگاه بکنم، مشکلات ما برای خدا خیلی مهمه. بارها تو این برنامه گفتیم، ما فکر نکنیم که اگر من تو شرطی هستم تنها کسی که به فکر من نیست خداست. خودم حق دارم به فکر خودم باشم، من خودم میتونم دست به دامن هر کسی بشم که به من کمک کنه، و تنها وقت که به بنبست میرسم و آخر دیگه کسی نیست من کمک کنه، اون موقع باید برم سراغ خدا. درسته که اشتباه انسان ها همینه. ما باید از همون ابتدا طوری با خدا زندگی بکنیم که اگر هم این گونه طوفان ها بر ما میان، این گونه سختی ها بر ما میان، به حدی که کشتی پر از آب میشه، اون موقع این
سیم برق ما به پریز وصل باشه. میدونی ما نباید وایسیم وقتی که باتری داره تمام میشه اون موقع بریم این سیم رو به برق بزنیم. این رابطه باید برقرار باشه. من میدونم دوستان ایرانی من خیلی با موضوع دعا و اینها آشنایی دارن، حالا دعا به در واقع مکاتب خودشون یا به چیزهای دیگه که دارن، ولی چقدر مهمه که ما با خدای حقیقی در ارتباط باشیم، چقدر مهمه که با او راه بریم، با او زندگی بکنیم. خداوند این فرصت رو برای ما به وجود آورده. خیلی ساده است، ما میتونیم رابطه شخصی با خدا داشته باشیم، میتونیم به کلیسا بریم این رابطه رو با خدا داشته باشیم، میتونیم کلامش رو بخونیم، با خدا ارتباط داشته باشیم، ولی باید این وست باشه به خدا. حالا وقتی ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم، گاهی وقتا برای مردم این سوال پیش میاد، بابا بس انقدر راجع به مذهب و خدا صحبت کنیم، این چیزا به ما کمک نمیتونه. چرا؟ چون تصویری که از رابطه با خدا برایشون به وجود اومده رابطه اشتباهی هستش، تصویر غلطی هستش، تصویری که انگار خداه فقط بی‌تفاوت نسبت به همه چیز، ما رو خلق کرده و گذاشته و رفته پی کار زندگی خودش، خدا تو اون بالا بالا نشسته اصلا به فکر ما نیستش. درسته که کلام خدا اینو به ما نشون نمیده. خدا 24 ساعته، نه روزایی که نه فقط روزا، 24 ساعته حضورش، خدای نامحدود، خدای پر از شفقت، پر از محبت، سایه او بر ما هست. اونطور نیست که خدا مثلا ما رو فراموش کرده، حالا تو مشکل افتادیم، بلکه سایه او، حضور او، برکت او روی ما هست. این ماییم که باید خودمون رو به او وصل کنیم. ببین خداوند میگه نزد من بیایید، نمیگه من نزد شما میام فقط، هست آیات هستن در انجیل مقدس، میگه من نزد شما خواهم آمد، شما هرگز ترک نخواهم کرد. ولی موضوع اینجاست که ما چطور، آیا میخوایم نزد او بریم؟ آیا میخوایم با او رابطه داشته باشیم؟ میخوایم که تنگاتنگ، رابطه تنگاتنگ و دوستانه و پر از شفقت و محبت توسط او و رابطه نزدیک توسط ما با او برقرار باشه؟ اینجاست که خداوند به فکر احتیاجات ما هست. خیلی جالبه، خداوند برمیخیزه. ما میدونیم هر جای انجیل و کتاب مقدس میگه خداوند برمیخیزه، یعنی من برای تو احترام قائلم. یه جای دیگه هست وقتی استیفان رو دارن شهیدش میکنن، در کلیسای اولی سنگ بارونش میکنن، سنگ سرش میکنن یهودیا، میگه استیفان دید مسیح در آسمان ایستاده. وقتی کلام خدا میگه خدا میسته، یعنی خدا برای تو احترام قائله. اینجا انقدر مشکلی که برای این در واقع شاگردان به وجود اومد برای عیسی مهم بود که برمیخیزه. کاری نداشت، عیسی بر همونجوری که نشسته تو قایق توفان خاموش شد، خدا میدونه این کارو بکنه. ولی چرا برمیخیزه؟ اینجاست که ما باید برخیزیم و برخواستن خداوند رو هم تازه بپذیریم، برخیزیم و روی وعده های خدا بایستیم. آنچه که شاگردان فراموش کردن تو این توفان، تو این مشکل، این بود که فراموش کردن که عیسی با اونا هستش. من نمیدونم اگه عیسی کنار ما هست، اگر خدای زنده که پیروز شده بر مردگان و بر قبر کنار ما هست، ما چرا باید ترسان باشیم؟ چرا فکر کنیم که مرگ داره سراغ ما میاد؟ چرا نباید این باور رو بکنیم که خب او با منه، اگه او با ماست کیست به ضد ما؟ آمین. یه سرود زیبای فارسی داریم، میگه عیسی در زورق تو نشسته، در همین قایق تو، در کشتی تو نشسته، با تو هست. یا سرود زیبای دیگه در فارسی داریم در کلیسا میخوانیم، میگه که او کشتیبانه، این سکان کشتی دست او هستش. و ما باید بدونیم که عزیزان مرگ و حیات ما، و میدونم مرگ برای همه ما خواهد بود چون زمین لعنت شده، انسان و این دنیا لعنت شده هستش، مرگ و حیات ما دست خداونده. پس چرا به او اعتماد نکنیم؟ اگر نفس من، عمر من، زندگی من دست اونه، چرا به او اعتماد نکنم؟ آیا من با طبیبان مشکل دارم؟ نه. آیا با علم مشکل دارم؟ نه. ولی وقتی شما اصل دارید، دیگه نمیخواد برید که سراغ انسان‌ها تا بخواید اون چیزو به دست بیارید. خدا از طریق اونا میتونه عمل کنه. همونطور که من دیروز با یکی از عزیزان صحبت می‌کردم، گفتم خدا من میتونه توسط یک دارویی که یک پزشک تجویز میکنه شفا رو تو زندگی ما جاری کنه. پس ما ضد پزشکان نیستیم، یا کلام خدا ضد پزشکانه. تازه علم و پزشکی و چیزای شبیه این همه در واقع توسط خالق آسمان و زمینه که برای انسان مکشوف شده، اینا رو تونستن کشف بکنن. پس در نتیجه من میخوام اینو بگم عزیزان، وقتی عیسی و خدا کنار ما هست، چرا به او اعتماد نکنیم؟ من در کلیسا هم گفتم ساعتی پیش، گفتم همه ما منتظریم که مثلا مشکلات ایران، من میشنوم میبینم او توسط ندارم حمله آمریکا درست بشه، توسط فلان آقای یا خانومی که بیاد در رأس اون کشور قرار بگیره اتفاق بیفته. یا اگه ما اینجا هستیم فکر میکنیم اگر کشیش نازنین من کمک کنم کار پیدا بکنم، که اشکالی هم نداره اگه آدم بتونه به کسی هم نوش کمک کنه، درست میشه. جالبه، ما به همه چی دست میندازیم، به همه چی اعتماد میکنیم جز خود خدا. آخر آخر میریم هن و هن کنان، خسته کنان، بیچاره شده به خدا نگاه میکنیم. مثل یه بازیکن فوتبال میمونه
که اومده تو زمین همه کار میکنه، میونه نمیتونه گل بزنه، نمیتونه دفاع خوب بکنه، آخر سر میره میگه آقای مربی به دادم برس. مربی میگه خب من که از اول کنارت بودم، بهت میگفتم اینکه این کارو بکن، اینجوری دریپ بزن، اینجوری مقاومت بکن. چرا پس ما از اول نریم سراغ مربیمون؟ چرا از اول نریم سراغ کشتیبانمون؟ ما یه ویدیو داریم در این قسمت، اگر اتاق فرمان حاضر باشن ما رو نگاه میکنیم و این موضوع رو برای ما نشون بده. خیلی ویدیوی زیبایی هستش. ما تازگی هر ویدیو رو انتخاب میکنیم، همه جا فیسبوک اینا هم نشون میدن قبل از ما، ولی خالی از دیدن نیستش. خیلی به ما کمک میکنه که ببینیم این حقیقتی که انجیل داره میگه، کلام خدا، که اگر خدا با ما هست و ما به او اعتماد میکنیم، با او زندگی میکنیم، با او راه میریم، به او متوسل هستیم 24 ساعته، نه ما که تو مشکل میافتیم. هستیم او خدای واقعی، نه خدای مرده، نه قبرای مرده. میریم سراغ خود خدا چگونه در زندگی با عمل کنیم. آمین. موافقه ببینیم؟ آمین. ببینیم. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus. The word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus. Chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus. The word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus. Oh, Jesus.
بله بله چقدر زیبا بود واقعا. عیسی مسیح همه جا کنار آمین. ما هست، با ما آمین. هست، با ما راه میاد، با ما زندگی میکنه، با ما میخنده، با ما گریه میکنه. واقعا بعضی وقتا ما فکر میکنیم که خدا با من چه کار داره، خدای آسمان و زمین، همینطور که دیوید فلپس تو سرودش میگفتش که خدایی که خالقه، خدای آسمان و زمین، چطور همش همه جا با من هست. او امانوئیل، خدا با ما، خدا همه جا با ما هستش در هر وضعیتی. فکر نکنید که این خدای خالق آسمان و زمین فقط در آسمان نشسته، اون بالا نشسته، اون دور دور و اصلا کاری به ما نداره، به فکر ما نیست. تا طوفان تو زندگیتون میاد، مشکلات میاد، گردن خدا نندازید، خدا رو مقصر نبودید، ندونید، فوری نگید خدایا تو کجایی، خدا همه جا کنار شما هستش، امی. با شما داره گریه میکنه. خدا خدای نیکویه، بد نمیده، اصلا در وجودش بدی نیست. بعضی وقتا فکر میکنیم که خدا این طوفان رو آورد، خدا منو مریض کرد، اصلا خواست خداست، من باید این مشکل باید تو زندگی من پیش میومد. نه، این خواست خدا نیست. خدا از کجا بدی بیاره که به شما بده؟ در وجودش کاملا خدا محبت، خدا نیکوست، خدا عالیه، خدا محبت، عشق، شادی، آرامش، صفاست. پس اگه بخواد بدی بیاره از کجا بیاره؟ درسته، اصلا در او بدی پیدا در نمیشه، در او تاریکی نیستش، او هاشا. نور جهانه. آمین. یکی از چیزی که خوش آمد علاوه بر اینکه آقا خیلی خوشتیپ بود، نقش عیسی رو بازی کرده بود، اولا کلام خدا پنجمین باره فکر کنم این ویدیو رو من دارم میبینه از موقع که حاضر شد تا به اینجا برسه، چند بارم تو فیسبوک دیدی داره. آره، ولی اولین چیز چه جالب اینجا بود که اولا خدا نزدیکی به ما، همونطور که شما گفتید، کلام خدا میگه خود عیسی مسیح در کتاب فیلیپیان باب 2 برابر بودن با خدا رو غنیمت نشمرد، بلکه مثل ما شد. اتفاقا خدا از ما دور نیست، این ماییم که باید به اون نزدیک بشیم. ببین خدا در قایق اینا نشسته بود، ولی اینا از خدا دور بودن. او تکون نخورد، سر جای خودش بود، به نظر میاد اون راحت و آرام در سبت خوابیده روی قایق، خیلی استراحت داره میکنه، هیچ طوفانی هم برای او غلبه پیدا نمیکنه. طوفان بود یا واقعا عیسی نمیفهمید طوفانه، اینقدر خوابش سنگین بود؟ نه، ولی آرامش و صلحی که برای او بودش. ما در انجیل میخونیم هر جای عیسی مسیح وارد میشه اونجا صلح و آرامش رو با خودش میاره، سلامتی رو میاره. ببینید، ما احتیاج به دنیای ما احتیاج به سلامتی و آرامش خدا رو داره. دنیای ما در مشکل امروز، دنیای ما اینطور نیست که ایران وضعیتش بده، حالا کالیفرنیا خود بدتره، حالا تگزاس بهتره. دنیای ما مشکلش نیست که هاوایی خوبه ولی آفریقا خیلی بده. بله فرق میکنه، مشکل دنیای ما تو مشکله، زندگی مردم تو مشکله، اونی که در مقطع بالای جامعه داره زندگی میکنه تو مشکله، اونی هم که فقیره تو خیابون میخوابه اونم تو مشکله. متأ تصاویرشون با هم دیگه فرق میکنه، شرطشو فکر نکنه که تو کسی که توی کاخ نشسته و مشکلات خودشو داره، مثلا مشکلات برای اون مشکل نیست، ولی برای اونی که تو خیابون خوابیده مشکل مشکله. هر دو مشکل برای هر دو طرف مشکله، ولی موضوع اینجاست که خدا در مشکلات ما حضور داره، کنار ماست. در خیلی از این جاهایی که این افراد میرفته، برای من خب در نگاه اول یک آدم شرقی ایرانی از خاورمیانه وقتی ببینم عیسی داره میره آشغالا رو کمک میکنه میریزه، ولی واقعیت اینجا چیه؟ واقعیت اینه که عیسی کنارته، عیسی باهاته. بعد از سقراطی خیلی قشنگ میخونه در اون سوره، میگه وقتی خدا باهاته همه چی داری دیگه، انگار همه چی داری، واقعا همه چی داری. او کنار تو هست، او در قایق تو، او در بستر تو که در خواب نمیتونی بری، مشکل داری، سازش نمیتونی بکنی، استراحت نمیتونی بکنی، اونجا کنار تو هستش. او در محل کارت که قاطی شده نمیدونی بعد چیکار بکنی، کی کجا بذاری، کنار تو هستش. او در ایمانت که تضعیف شده کنار تو هستش. موضوع اینجاست که ما باید چشام باز شه این عیسی رو ببینیم، صدای او رو بشنویم. میدونید عیسی مسیح در اون گوش اون دختری که ناامید بود، شاید در آخرین لحظه این ویدیو میخواست خودکشی کنه، کافی بود چیزی در گوش او بذاره بگه، کافی بود کلمه بگه، پیام بگه و زندگی عوض شد، زندگی شاد شد. ولی نکته و پیام انجیل مقدس عیسی مسیح و کلام خدا این هستش که هر جا عیسی وارد بشه اونجا آرامش میاد. سوال من اینه عزیزان، آیا عیسی رو در قلب خودتون پذیرفتید؟ آیا عیسی رو یک فرد تاریخی میدونید؟
2000 سال پیش اومد رفت، مثل آقای فلان، مثل آقای فلان. آیا عیسی رو یک پیغمبر بدونید که حالا فلان پیغمبر آمد، حالا عیسی اومد؟ آیا شما عیسی رو یک حضرت میدونید؟ یکی از معظمترین پیامبران خدا، اولو از 5 تا پیغمبر؟ اگه تا این حد عیسی رو میشناسید، عیسی نمیتونه برای شما کاری بکنه. اجازه بدید که عیسی به عنوان خالق وارد زندگی شما بشه، به طوفان زندگیتون دستور بده اون طوفان ها خاموش بشه. طوفان در زندگی شما هست، در زندگی من بوده، در زندگی ما خواهد بود، اما یک نفر میتونه فقط اون طوفان ها رو برداره، فقط یک نفر میتونه دستور بده که اون طوفان ها خاموش بشن، مسیرش عوض بشه، اون طوفان سکوت بکنه، در یک جا بیس ساکن بشه، و اون فقط خالق آسمان و زمین است. فقط خدایی که آفریده همه چیز رو برای خیریت ما، خدای این زمین رو برای بدی ما نیافریده که حالا زلزله بیاد آوار بریزه رو سرمون. خدا ازدواج نیافریده که حالا به هم بخوره همه چی داغون بشه. همه چیز رو کلام خدا از 6 روز در واقع خلقتش میگه، در کتاب پیدایش باب اول میگه خدا هر چیزی که آفرید گفت نیکوست. اون نیکویی رو آفریده، و اگر امروز نیکویی، آرامش و صلح خدا در زندگی در اطراف ما نیست، مشکل ماییم. ما تو مشکل هستیم. این خدا نیست که بعد افکارش رو عوض کنه، این خدا نیست که بعد درون خودش رو عوض کنه، فکرش رو عوض کنه. این ماییم که بعد خدا رو بپذیریم، از خدا بخوایم که وارد زندگی ما بشه، در زندگی ما عمل بکنه و شرایط ما رو عوض کنه. کلام خدا کتاب مکاشفه میگه کلید مرگ و حیات در دست عیسی مسیح هستش. اوست که میتونه مرگ و حیات رو تغییر بده. آیا احتیاج هست که خداوند مرگ رو به حیات تبدیل کنه تو زندگی شما؟ آیا احتیاج هست که تاریکی از زندگی شما بره بیرون؟ شما احتیاج به این نور عالم دارید. و ما به این میگیم چی؟ ایمان. آمین. ایمان اصل مهمیه تو مسیحیت. ما فقط با ایمان میتونیم مسیح رو بشناسیم، فقط با ایمان. عیسی مسیح، همجور که در این ویدیو دیدیم که عیسی مسیح همه جا کنارشون بود، ولی باید ایمان داشته باشی که او هست. با ایمانی که میتونی خدا رو ملاقات کنی، با ایمانی که میتونی خدا رو ببینی. به طور مثال من میخوام الان یه مثال زنده بزنم. من روسری دارم. من اینجا روسری دارم. شما شاید روسری نبینید و من به شما میگم من اینجا یه روسری دارم. من میبینم. شما ایمان اگه نمیبینی باید ایمان داشته باشی که من دارم درست میگم. آیا حرف منو باور میکنی؟ یا باور نمی کنی. این تصمیم شماست، تصمیم با شماست که من دارم میگم من اینجا یک روسری دارم. شما این روسری رو نمی بینی، ولی با ایمان باور می کنی، با ایمان می پذیری. ولی حالا من این روسری رو بر می دارم. دیدم وسط برنامه داری از اینجا باز می کنی. حالا من این روسری رو سرم کنم مثلا. بدون روسری خوشگل تری. حالا مثلا من الان اگه بگم روسری دارم، حالا چی؟ حالا شما باور میکنی؟ خب این ایمان نیست. این باور شما به خاطر اینه که دیدی، باور کردی. این ایمان نیست، این دیدنه. برای همین و تو تعریفی که از ایمان اینجا شده در عبرانیان 11 میگه اعتماد بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای ندیده. ما به آنچه که ندیده این باور داریم، این ایمان هستش. خدا رو ندیدیم، عیسی مسیح خدا رو شو خیلی ها تو ایران رویا میبینن. عجیب، خداوند داره ایرانی رو ملاقات میکنه. بله، عیسی مسیح ملاقات میکنن، ایمان میارن. خداوند بر ایران نظر داره. عیسی مسیح به تو ما چی گفت؟ گفتش که تو دیدی ایمان آوردی. خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان آوردن. چون عیسی مسیح میدونست که خیلی ها نمیبینن، خیلی ها میشنون که بله، عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح روی صلیب برای گناهان شما قربانی شد. آمین. جریمه گناهان شما رو عیسی مسیح پرداخت. این آمین. پیغام انجیله و خیلی ها ایمان میارن، باور میکنن. بله. پس این ایمانه. بله، ببینید، برای ظاهر شدن آرامش و قوت خدا تو زندگی ما به ایمان احتیاج داریم. من فکر نمیکنم کسی تو دنیا بی ایمان وجود داشته باشه، ولی اون ایمانی که مد نظر خداست. چرا میگم بی ایمان وجود داشته باشه؟ چون که بالاخره مردم یه چیزی ایمان دارن دیگه، حالا یا به خودشون ایمان دارن یا به درخت دارن. تو هندوستان به گاوی، به چیزی. تازگی ایرانی ها به انرژی اعتقاد دارن، انرژی مثبت، انرژی مرده ها و جادو جنبل، بالاخره به چیزی ایمان دارن. ولی واقعیت اینه
کدوم از اینا میتونه تو شرایط خاصی که ما افتادیم تو اون طوفان بدی که تو زندگی افتادیم خودشو نشون بده؟ آیا اون چیزی که انسان داره انجام میده یا اون چیزی که خالق انسان میتونه انجام بده؟ میدونید خالق انسان اون کسی که کلید همه چی دستشه، اونه که کدا رو بلده، چی رو بزنه که این درا باز بشه. چه چیز قشنگ گفتم نه؟ شما میخواد وارد خونه بشی، نمیدونی چجوری وارد بشی. مگه این کدا رو بلده؟ الان که خونه ها اینجوری شده، اینجوری میزنی رمز و در باز بشه بری تو. خدا این کد داره. خدا میتونه توسط این کد که در پسر یگانه او عیسی مسیح هست، کلام خدا در انجیل یوحنا باب 1 میگوید که چی؟ در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا و کلمه خود خدا بودش. توسط کلمه ای که دست خدا هست، این کدی که دست خدا هست، میتونه سرنوشت زندگی شما رو عوض کنه. دقت کنید دوستان، ما در این برنامه روز هفتم راجب خودمون، راجب علم، راجب خیلی چیزای دنیوی که در دنیا وجود داره، در تلویزیون ها هست، در رادیو هست، در مطبوعات هست، در اداره ها هست صحبت نمی کنیم. راجب خالق، راجب منشأ و منبع اونا داریم صحبت میکنیم. ها مثل اینه که شما یه چشمه دارید، در چند کیلومتری شما هست، در چند متری شما هست، شما ولی از پایین چشمه داره آب برمیدارید میخورید. در این مسیری که آب از چشمه میاد تا اینجا، این به اون روسری در، خب آب از چشمه میاد تا اینجا، گلها و آشغالا روش میشینه. مونده بودم چه مثالی بزنم اینجا، شما روسری یه دفعه در آوردی مکاشفه شد. از اون وقت فکر من مشغول شده. شما اون آب داره میاد سر کار خوش چیزایی میاره، ولی وقتی که میرید از منشأ آب به امده، کلام خدا میگه، میگه آب رو از منبع بنوشید، از منشأ بنوشید. خود خدا زوئه هستش، در عبری زوئه یعنی منشأ. ما میخوایم دست شما رو تو دست خدا بذاریم. آمین. برید سراغ منشأ. اجازه بدید که او وارد طوفان‌های زندگی شما بشه. اجازه بدید که او زندگی شما رو تغییر بده. عیسایی که نه فقط 2000 سال پیش عمل میکرد، امروز هم عمل میکنه. عیسایی که نه فقط در آمریکا عمل میکنه، در ایران هم عمل میکنه، در آفریقا هم عمل میکنه، در هندوستان هم عمل میکنه. هر جایی که تو هستی این خداوند میتونه در زندگیت عمل بکنه. بریم با هم یه موزیک ویدیو زیبا برای اولین بار تو برنامه روز هفتم از داریوش و کامران عزیز، دوستای من، نگاه بکنیم که لطف کردن گفتن میتونید موزیک ویدیو ما رو در این شبکه، در این برنامه استفاده کنید. چه بدم قشنگه، بسیار زیبا، خوش تیپ و خوش صدا و روحانی، خیلی عالی. نگاه کنیم، بریم برگردیم، کم کم برنامه رو تمام کنیم با هم دیگه.
واو خیلی زیبا، تبریک میگم به داریوش عزیزم که اینگونه زیبا موزیک ویدیوها درست میکنه. تمام موزیک ویدیوهای داریوش جان در یوتیوب هست، کافیه بذارید داریوش و یا کریستین پرشن میوزیک something like that توی یوتیوب ما هم هستن. و در این ماهنامه ما سی دی داریوش جان رو معرفی کردیم، عزیزان میتونن از ما تهیه کنن و در واقع فقط به خاطر برکت گرفتن عزیزان هیچ سودی برای ما نداره جز این که بعد فقط بریم پست خونه و پست کنیم و این استودیو در اختیارتون هست. و کامران عزیز، ما سال گذشته هر دو عزیز رو در کنفرانس سالیانمون داشتیم و چقدر عزیزانی که اونجا حضور داشتن برکت گرفتن و به امید خدا بیشتر از این میتونیم با هم همکاری بکنیم، وبسایت خودشونو و چیزایی که در هفته‌های بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. بله. ولی پیام ایسو رو چقدر زیبا بود، چقدر زیبا بود عیسی مسیح. یعنی این عزیزان تو سرود میگفتن که خداوند تو اومدی که شادی ببخشی، تو اومدی که ما رو نجات بدی. واقعا فکر کنید برای چی خدا انسان شد، برای چی عیسی مسیح اون جلال اون پادشاهیشو ترک کرد اومد روی زمین به خاطر من و شما تا اینکه بره روی صلیب، تا اینکه تمام گناهان ما بر روی قرار بگیره، تمام غم و غصه های ما، مرض های ما، طوفان هایی که امروز تو زندگی ما هست، همه بر عیسی مسیح قرار گرفت و خشم خدا بر عیسی مسیح اومد به جای ما، به جای ما، تا اینکه شما نجات پیدا کنید، تا امروز شما بتونی استراحت کنی، وارد روز هفتم بشی، تا امروز شما شاد باشی و امروز شما خدا رو بتونی بچشی. فقط در عیسی مسیح هست که شما میتونی خدا رو بشناسی، خدا رو بچشی و بفهمی، درک کنی که واقعا لمس کنی که خدا چقدر تو رو دوست داره. خدا عشق، خدا نیکوست. کافیه که دعا کنی، بگی بله ایمان دارم عیسی مسیح، ایمان دارم به کاری که روی صلیب برای من انجام دادی، وارد قلب زندگی من بشو، منو عوض کن، منو تولد تازه آمین. بده، منو شخص جدیدی بساز در نام عیسی مسیح. آمین 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 آمین. من واقعا فکر میکنم اگر عزیزان احتیاج دارید برای شما دعا بشه، احتیاج دارید که با ما مشورت کنید هر کدوم از ما، و اگر احتیاج هست برای شما نسخه انجیل بفرستیم به کلیسا تشریف بیارید، حتما با این شماره تماس بگیرید. وقتی تکرار این برنامه رو ببینید ما در خدمت شما هستیم، پیغام بگذارید تا اگر حضوری نشد شما رو خدمت خواهیم کرد. من میخوام در آخر واقعا تشکر کنم از عزیزانی که این هفته با چندین نفر تماس گرفتم میخوام به برنامه روز هفتم بیان، یا شهادت زندگیشون رو بدن، چگونه با مسیح آشنا شده، یا معجزات خدا رو بگن، یا باهاشون مصاحبه کنیم. با امید خدا در هفته‌های بعد، در ماه‌های بعد در خدمت شما عزیزان به ترتیب خواهیم بود و باعث افتخار ماست که از شما هم بشنویم. خیلی ممنونیم از دوستان عزیز که در اتاق فرمان ما رو کمک کردن در این راستا، تشکر می‌کنیم. دعا می‌کنیم هفته بسیار پربرکت داشته باشید تا اینکه باز دوباره با هم دیگه در همین برنامه در خدمتتون باشیم. پس هفته دیگه همین ساعت در همین شبکه شما رو می‌بینیم. روز شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا Alan Nazari, president of Parkland Capital. With 23 years experience in real estate lending, I'm here to help you find and identify the program that suits you the best. Especially if you have an FHA loan in today's market, there are programs that will help you qualify without any income information or even having to appraise your property. Give me a call today at my office, area code 408-205-4002, to find out if you're qualified. Thank you.